باز رفتی حلول خوردی؟ میگم باز رفتی حلول خوردی، شامتو نتونی بخوری؟ میخورم. قد طعمش خوب شده. چیه؟ من نمیفهمم، این روزا همش به یه نقطه زل میزنی، شعر میگی، هی اراجی پشت هم میذاری، چیه چته؟ همین جوریه. چیه؟ که همین جوری. خیلی خوب، بخور حالا، بخور مادر. بالاخره تموم شد ها؟ چی؟ این چی داره میگم، لباس عروسه. آره، این یکی هم تموم شد. خیلی خوب شد، دست دار نکنم. مال همین پروین خانومه دیگه ها؟ آره، مال همین پروین خانومه. میگم یه موقع گرون بهشون ندی ها، بذار بازم بیان این طرف ها. چشم. بای تو میدونی من میخوام چقدر بگیرم؟ نه کلن میگم یه جوری باشون سلام کنم که مشتریشم. انگار تو زندگی مردم چند دفعه لباس عروس میدوزن، هر کی یک بار لباس عروس میدوزه. ولی خب بالاخره فک فامیلاشون میبینن خوششون میاد، همونها میشن مشتری دوباره. اون که آره، این روزا یکی بانی خیر میشه یه دونه لباس عروس برای خودش میدوزه، به دختره فامیلم میدن میپوشن. میخوای من براشون ببرم؟ کی تو لباس دم خونه مشتری بردی که حالا بار دومت باشه؟ لازم نکرده، خودشون میان میگیرن. اه؟ کی؟ وقت گلنه. اصلا چی شده که تو امروز هی بند کردی به این لباس؟ ارزون بگی، گرون نگی، خوب دوختی. آخه این یکی و دیگه معلومه سنگ تموم گذاشتی ها. من برای همه چی سنگ تموم میذارم، غذام خوب میپزم، چرا از این غذا تعریف نمیکنی؟ اینم خیلی خوب شده، دستاتم درد نکن. ببین مادر من، قسمت آدم هر چی باشه خدا خودش جورش میکنه، تو حتی خودت هم با آب آتیش بزنی اونی که باید بشه میشه. یعنی ما همینجوری بشینیم نگاه کنیم خودش پیداش میشه؟ نه، البته تلاش هم لازمه. خب منم همینو میگم قربونت برم، من باید من تلاش کنم، تو تلاش کنی بری خواستگاری پروین خانم بیاد اینجا. چی پروین خانم؟ تو اصلا میدونی این پروین کیه؟ باباش چی کار است؟ مشکلی نداره، خب آشنا میشیم. نه خیلی، لقمه گنده تر از دهنت بگیری خفه میشی. اونم راه حل داره مادر من. لقمه بزرگ و اندازه دهنم که نیست، میذارن اینجوری تیکه تیکش میکنن، کوچیک میشه، بعد اینجوری میخورنش. ده نه دیگه، تو نمیدونی این ستاره خانم از وضع باباش چی میگو. میگفت خیلی پول دارن، اصلا بابا جور نیستن. تازه سنش هم به تو نمیخوره. اینا رو ستاره خانم به تو گفته؟ آره. اون از کجا میشناسه اینا رو؟ مثل که دختر خالشه ها، اون به من معرفیش کرد. قشنگه، پس فامیل امیدینا. میگم من اینو یه جایی دیدم، همین خونه امیدینا اینا رو دیدم. نه خیر، هیچ جا ندیدیش، این از اول خارج بوده، اونجام دکتریشو گرفته، یه جایی دیدمش. حالا خودم با امید صحبت میخوام. هم نه نه چی میگی هیزیر؟ نه چی میگی؟ میگم خیلی دلم برای امید تنگ شده. نه همین الان میام پیش امید است، بعدم میام بالا. لوس نشو گم شو، ببشین شام تو بخور. میام. این رفت رضا. عجب بچه یا. امید جان. سلام. سلام علیکم. سلام آقا رضا. حال شما خوبه؟ متشکرم. خوش گذشت سفر به سلامتی، برگشتی؟ بله بله. امید من چقدر دلم براش تنگ شده، نیست منزل من ببینمش. نه رفت بیرون، کارش داریم؟ ای بابا نه، من کارش که یعنی مامان کارش داشت. نه مامان با امید کار؟ نه با شما کار داشت، در واقع میخواست در رابطه با چیز خانم پروین خانم با شما صحبت کنن که دیگه صحبت رو بکنن. راجب پروین خانم با من صحبت کنه؟ بله میخواست. نه خانم پروین دیگه، فامیلتونن دیگه؟ بله.
آقا یه جوری گفتی به یادم نمیشناسینش. فامیل شما؟ بله درسته. میخواستم صحبت کنن که بگن که تشریف بیاریم بالا به اتفاق، یعنی چیز کنیم لباس رو ببینیم، لباس عروس خواسته. دستشون درد نکنه چشمه، من تازه از راه رسیدم میرم خدمتشون. ممنون، منتظرم فقط مامانو، چون شما هم نگه داشتن که اتفاقا شما با هم بخورین. شما حالتون خوبه؟ من خوبم. بله شما خوبی؟ امید چطور هست؟ خوبه. مثل اینکه زنی زدم، ببخشید من مزاحم نمیشم. آفرین، باریکلا. آره هستش، اومد بیا بالا. کیه؟ شیرینی هم خریده. کی؟ ها؟ کیه؟ بودن؟ کی بودن؟ خانم صالحینا اومدن؟ آره بابا اومدن، گفتم میام بالا. کی بود زنی زد؟ بابا الان میاد میبینیش. کی میاد میبینمش؟ یه خبر خوش. اه؟ خب اینجوری که بده آخه. نه بابا بد نیست بچه. وای رضا، شهبان جون منو چیکار کردی؟ شستیش؟ نمیخواد بابا در رو واکن. اومد آقا به رو میره بابا اینجوری تو اصلا. نه در رو واکن. زشته واکن بگم. سلام 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 سلام، بفرمایید چهره آقا سیریش. چه عجب این طرف ها، بالاخره پیداتون شد. کجا تشریف داشتین؟ آسمون هفتم اونورتر بالاتر. بفهم شیرینی. شیرینی ما چیه؟ خب به کیفیت شیرینی، رنگ شیرینی نشون میدی که مالکیه. بردار نمیخوام. به چه ترس میشه؟ بیار رضا بردار. شیرینی تو نمیخورم ها. شما فرنگ فرنگیس خاطرتون باشه. انشالله شیرینی دومادی تلیم. نه نه دونه دونه نه. برم بشقاب بیارم. نه نه همه شو خدمتون. برای همساعت هم میارم. دستتون درد نکنه. میگه بشین اینجا کارت دارم. نه 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 کار دارم کار دارم. میگم بشین کارت دارم. خدا فرزا جلینوس. لالالای لالالای رضا چی بود؟ ها اوهو لالالای لالالای کجا میری؟ لالالای لالالای اوهو وایسه کارت دارم. خدایا بچه به اون میگه سیریش، اینم به اون میگه جولولوس. ببین آقا جون، این موقع سال من از کجا خونه گیر بیارم؟ نه نه داداش، خیلی ممنون قربونه، شما زحمت نکش، من خودم اینجوری هم نمیخوام. عصبانیه بس خودش بد اخلاقه. منو سنه نه ببین، من خودم اصل سگم، باور نداری واق واق. آره من 5 سال تو این خونه نشستم، گوش بده 5 سال تو این خونه نشستم، اجاره دادم، دیگه هم اجاره نمیدم، میخوای چیکار کنی؟ آه تهدید میکنی؟ ببین من اعصاب معصاب نهرم، گوش بده خوب، گوش بده ببین من اعصاب معصاب نهرم، کله سر تا بوق سگ میرم جون میکنم، صدا آچار پیش گوشی تو گوشمه، دم غروبم تا عین صبح دارم کف خیابونا تاب میخورم واسه دوتا مسافه، دیگه حوصله شنیدن وراجیای تو یکی رو نهرم. هی دوست دارم تو یه دفعه دیگه اینجا زنی بزنی، میام اونجا آویزونت میکنم محتشم. خیلی خوبه به احتشام هرچی. چی میگه این جهانگیر؟ هیچی بابا، شکر زیادی میخوره. نه گرخی ها، باکت نباشه، اما مادر زاده نشده جلو جهان درا. وای جهان. ای جانم، Thank you.
جاکر جناب رومئو، خلوت کردی؟ چطوری؟ چه کاریه؟ چرا اینجا پداسی؟ چه رفتم تو فکر، دارم دیوونه میشم جا. اصلا این برق گرفتگی ها، جریان پروین و سروش و اینا رو همه رو ریخته تو سر من، این فیلم داره جلو چشم رد میشه. تو اینجا نشستی تک تنها، اون بر دارم وسط میبرن و میدوزن و همه چی تمومه. حواست هست حالی ترزا؟ ولکن بابا، بزا هر کی هر کاری دوست داره بکنه، حوصله هیچی رو ندارم. آره خب، همیشه که هر چی آدم دلش میخواد نمیشه. اما باز ما کشم یه چیزی رو بهت میگم راست و حسینی جوابمو بده. تو چه جوری زنگ گرفتی؟ چی میگه راست و حسینی؟ انگار دوزی کردم. خب مثل بچه خودم رفتم زنگ گرفتم دیگه، یعنی چی؟ نه منظورم اینکه از این تریپ های عشق و عاشقی هم داشتی یا نه؟ آه اونا؟ خب آره، ببین زنم نفهمه بابا. نه بابا بود، یه نمه بود، اما هرچی رفتیم جلوتر چی؟ آب روغنش هم بیشتر شد. الان راضی هستی؟ راضی؟ آره ما همیشه راضیم. هم رزم یه چی بهت بگم، کف نکنیم. میدونی من دانشجو بودم. تو؟ خب از اینکه داره قضیه جالب میشه بگو ببینیم چی بوده جوید. یه دو سالی مکانیک خوندم رضا، باد تو کلم بود، جوان بودم، میخواستم روی روزگار رو کم کنم، اما خب گردن فلک هم من کلفتر، فشار زندگی نذاشت، ول کردم رفتم شدم مکانیک. محبوب اون موقع چی؟ معلم بود. نه بعدم معلم شد. خب میخواستمش، تو روش نگفتم. بعد خدا مینا رو بمونده. ایا دروب چه که اومد، یه نگاه کردم دروب برندم زکه بابا پاک مرد شدیم. بابا بودم، مسئولیت داشت، رفتم تو کار جدیتر و جدیتر، دیگه همه وقتم رو گرفت. یه رو تو مکانیکی بودم، دیدم یه یارو اومد تاکسیش آورده بود تعمیر، قیمتش خوب بود، ارزنده بود. درس رو بل کردی؟ مجبور شدم. بابا تو دیونه ای، نفست از جا گرم بلند میشه. همون رضا دروبچه که اومد دیدم راه نداره. خلاصه چی؟ تاکسی رو گرفتیم، شوخی شوخی علکی علکی شدیم چی؟ شوفر تاکسی. شوخی شوخی تاکسی هم خریدی، راننده تاکسی هم شدی. حالا هم که میبینی هنوز اون عشقه هست که میگفتی ها؟ اونجوری که خونه، حالا یه جور دیگه هست، یه جور محبت و گذشتشو گرفته رضا. داریم خودمونو خرج هم میکنیم، خرج بچه همونو میکنیم. ببین رضا، یه جورایش تو هر دوره، تو هر شرایطی یه معنی میده، یه فرماییه، چجوری بگم. با ولمون کن تو میری، اومدیم لبس قلم پاک، امشب ما رو هوایی کردی. نه ببین چجوری بهت بگم، من الان یه حالی هم احساس میکنم قلبم یه جورایی شاتالاپ افتاده کف پام. میدونی چی میگن؟ عشقینه؟ آره خب یه جورایی کمک فنر میشکنی، همچی شاسی جا خورده. نه اصلا اینکه دارم رو دلم راه میرم، عقلم اصلا کار نمیکنه. لامس تا عقلت سبز شده داشت، این مکافاتو داری. یه دو رو دنبال نوم اسمم بوده یا همچی حالت میاد سر جاش میزون میشه. اینا طرف کیه؟
ها؟ بنال دیگه با شاید شوخی کرده. ای بابا تو این یه مورد من میدونم شوخی نکرده، خیلی هم جدی میگفت. چطور ممکنه؟ آدم منطقی به نظر میرسید. ستاره جون عشق اصلا منطق حالیش نیست، تازه منم بخوام مخالفت کنم اون بدتر میکنه. کیانوش نامرد چقدرم ادای روشن فکرها رو در میاره. یعنی یه بچه اینقدر مهمه؟ اون که بله، خب برای بعضی ها مهمه. اگه براش مهم نبود و این عروسی سر میگرفت، منم تو این هچل نمیافتادم. کاش یه جوری یا خودت یا آقا امید با رضا حرف میزدین از سرش میپروندین. میگم رفتنتون چی شد عزیزم؟ اونو که امید اصلا دوست نداره. از وقتی بیکار شده بد اخلاق‌ترم شده. چند تا انتشاراتی بهش زنگ زدم پیشنهاد کار کردن، ولی نمیره سر کار. برادرم چند بار تا حالا دعوتنامه فرستاده که بیاین اینجا، میگه پول میخواد. خب راست میگه عزیزم، دست خالی برین غربت چی کار بکنی؟ خب خیلی هم غربت نیست، پیش برادرمیم، اونم وضعش خیلی خوبه. ستاره جون وضع برادرت خوبه؟ چه ربطی به شوهرت داره؟ اون مرد غرور داره، دلش میخواد دستش تو جیب خودش بره. خب بره تو نمایشگاهش کار کنه. خب البته بدم نیست، میتونه بره کار بکنه. ولی حالا اومدیم رفتین اونجا، تو نمایشگاه با روحیه امید جور نبود، اون وقت چی کار کنه؟ بیکار بشه؟ بمونیم اینجا چی کار کنیم؟ حالا هم که بیکار همش گوشه خونه است. دو روز رفتیم مسافرت همش خواب بود. اون که مردا همشون همینطورن، یه گرهی که به کارشون میفته میگیرن میخوابن، تو خوابم فکر میکنن و تصمیم میگیرن. ما زنا هم که تو بیداری همشو به هم میزنیم. خب این نمایشگاهی که میخواست کاراتو بخره چی شد؟ هیچ، از وقتی بحث رفتن شده حوصله ندارم هیچ کاری رو تموم کنم. یکی باید تصمیم بگیره دیگه. شیطونه میگه بکنم و برم، یا امید میاد یا نمیاد، خودم میرم. ستاره جون بیا برات دارم میوه پوست میکنم عزیزم. دست بشه. درد نکنه فرنگیز جون. خب پس با امید صحبت بکنین راجع به رضا، که خودش دیگه یه جوری از سر این بچه بپرونه. چطور خودتون با پروین صحبت کنی؟ من؟ آره؟ من که اصلا تو این موقعیت دلم نمیخواد با این دختر اصلا حرف بزنم. نه من که اصلا نمیتونم. میخواییم بگم پروین با رضا صحبت کنه؟ دیگه بدتر. من میگم اینا اصلا با هم روبرو نشن. حالا با آقا امید در میون بذار ببینیم اون چی میگه. بیچاره پروین. باشه خداحافظ. بیچاره پروین، بیچاره فرنگیس. من دلم میخواد یه کاری وسط بکنم و شدن. ببین راست کار من نی، با این امید چرا یاب نمیزنی تو؟ به خدا هم زبون داره، هم فک فامیلش، خود زبون اونا رو بهتر میفهمه. خیال میگفتش که داد مثل اومده. آره آره بابا، حتما من رفتم در خونهشون خودم همینا بهش بگم، رفتم با خودش صحبت کنم، خانمش گفت رفته بیرون برمیگرده. خیلی خب دیگه هر مدرسه که ببین چه حلال زاده همه. سلام حسن، ماله چه کاره؟ او چی کتن حسن زنگو در ناامیدی بسی امید. سلام بر شبزدگان اراذل آلاچیق نشین. حسن جان دل شده پاره پاره، ماما کجانی تو؟ جانم دلم این خامت حسن کجا بودی بابا؟ جانم بشین بشین. در حال توتعه این دیاره خب اوضاع جهان چطوره؟ ای بعدی توپ به توپ در دیوار میخوره. اما خوب یه صافکاری نقاشی میخواد بشه چی؟ 0 کیلومتر. مشتری داری؟ ما نبودیم از اوضاع ساختمون چه خبر؟ آه آقا جهان این شیر بالا سر ساختمون وایستاده بودن. اوتسی چطور؟
از نوع پاکتیش دیگه. شما درد نکنه دیگه. شیر نبود پلنگو بودا. اونم از نوع صورتیش دیگه. آقا جون بذار عرقت خوشه، اول برس و چلچله شروع کن. نه فقط این پس تو برمیاد. نه جدی، حالا برای ما خبری نشو، نامه‌ای پاکتی چیزی از آسمون نازل نشو. چرا یه پاکت باست اومد از نوع محتشمش؟ چی؟ محتشم؟ نه احتشام. احتشام؟ آخ بله کارمون در اومد. آره حکم تخلیه رو مثل که ردیف کرد، دو ما دیگه باید بریزیم بیرون. به زودی قراره هم اینجا تو این پارک بغلی یه چادر بزنیم، همه اکیپی بچپیم توش. بدم نیستا، ما هم یه زورآبا تو تهران درست میکنیم، اونم که احتشام دو ساله داره همجور حکم تخلیه صادر میکنه، اصلا نگرانی نداره. راست میگید. بعدم یا آره سفر چه خبر؟ خوش گذشت یا نه؟ بر وفق مراد بود؟ عالی بود. 20 به اندازه یه عمر خوابیدم. خواب کتاب، خواب کتاب، بعضی وقتا خواب کتاب کباب، خواب کتاب کباب. یا حالا که اوزاد براس اوزاد توپه چی کن؟ این رفیق من جوان ناکام و دریاب که اوزاش خیلی بیریخته. بابا بز بگم رضا آخر این فک فامیل شما رو دیده؟ فک فامیل ما؟ حالا آخر الان هم میخوای برید، حال داری یا نه؟ حالا من که امشب قابل مصرف نیستم، یعنی جنازم، هر چی هست باشه برای فردا. همه رقمه وکیلم. بابا قبل تو دیگه. آقا پشت شام بتم سر چه پشت برو، منو بگو مامانه دو ساعت پاولو منتظر شام شار شده، شام خوردنشم رو. مامانم کجاست؟ همون رفته بیرون لباس بده. لباس بده؟ معرفت کی گفت خودشون میان میبرن؟ یونی همون مامانه منو نمیذاره من برم، نمیذاره اونا خودشون بیان. حالا دیگه هر جور که خودتون صلاح میدونین. آخه رضا بچه حساسیه، میترسم تو ذوقش بخوره. نگران نباشین، همه چیزو بسپارین به من، درکش میکنم. خدا کنه هوش حواسش برگرده. بچه‌م اصلا غذا نمیخوره، خیلی لاغر شده. من خودم میدونم چطوری باهاش صحبت کنم که از سرش بپره. خب میدونم، خیلی کارم داشتین، مزاحمتون شدم. من دیگه به اجازه بدین لاغر طورش حساب کنم. این چه حرفیه، قابل شما رو نداره. خدا که به من دختر نداد، شما این دخترم. این لباس رو کادو میکنم به شما، با اجازتون. شرمنده هم کردیم به خدا. دشمنتون شرمنده باشه دیگه، حالا هر گلی زدین سر خودتون زدین. من سعی خودم رو میکنم. با اجازتون. خدا به سلامت. Thank you.
شنید؟ میگم بنال هیچ جور راه نداره تو هم با من بیای؟ نه. چرا نه؟ این راهیه که فقط خودت باید تنهایی بری، میفهمی یا نه؟ تک و تنها پاشم برم اونجا چی بگم؟ باباشم نشست اصلا روم نمیشه. عشق رو نمیخواد، جرأت میخواد. داری برو، نداری بگو غلط کردم ولش کن، تو رو به خیر اونم به سلامت. حالا هی برم نرم، برم نرم، با من بیا با من نیا. داره داری برو دیگه. امید مطمئنی خودش گفت من بیام؟ نرم اونجا زایشم و افت کلاس داره واسه من. بابا خودش گفت بیا، من باش حرف زدم، هر چی لازم بود بهش گفتم، اون فقط میخواد خودتو ببینه. همین همین نه طبقه پنجم همیشه بپرونم. چیکار میکنه؟ اوت کلون نداری به ما بدی؟ میخنده. میخوام وقتی برمیگردی ببینم چجوری گل از گلت چه گفته ها. برو ببینیم. اوه عجب جای با کلاس یه جوری تو نریم زایشی میجوری. خوبه؟ برو اینقدر ادا نه یا بچه. ما رفتیم. وایس برمیگردم. برو. مواظب طلب طلوع به قلبت باش. آقای عباس جم تشریف بیارین. جونه ای تو جیادم میاد سعی کن وقت شکار تفنگ یادت نره. چرا شما فکر میکنین که من باید با سروش شما ازدواج کنم؟ اونم با این سرعت. خب بالاخره سروش دوست منه، منم خوب میشناسمش. گفتم یه موقع شما خدای نکرده اشتباه نکنین و تصمیم اشتباهی نگیرین، چون واقعا عقل درست حسابی که ندارید. و من گفتم که یه موقع میاد تو خونتون پاش فا میشه و واقعا همین سروش میشه سیریشو میچسب به گوشه خونت. و من فکر نمیکردم آقای نبی پور انقدر ساده باشن بابا. نه دخترم، این از صداقتشونه نه سادگی. البته من خودم میخواستم مزاحمتون بشم، یعنی خدمت برسم که یه همین صحبت ها رو براتون بگم. که البته آقای صالحی گویا فرمودن که دستمون دادن، گفتن که شما خودتون مثل که با من کار دارین و برای همین خدمت رسیدم که اگه خودتون کار دارین که خودتون بفرمایید کارتون. ببینید آقای نبی پور، من مطمئنم که شما آدم باهوشی هستید، خیلی هم با احساس. میدونم که ممکنه هر شب خوابه خوش ستاره رم تو آسمون ببینید و میدونم که نیت پاکی دارید و من واسه احساس شما ارزش زیادی قائلم، اما خب فکر میکنم 2-3 سالی از شما بزرگترم. نمیخوام اول جوانی سرخورده بشید مثل همون بلایی که سر خودم اومد. به جون همین پدرم که برام از همه عزیزتره، از اینکه شما رو اینجا دعوت کردم، نه اینکه خدایی نکرده بخوام چیزی رو به رخ شما بکشم. میدونید این حرف رو نمیشد به مادرتون گفت. با آقای صالحی هم که صحبت کردم به من گفتن با خودش صحبت کنی بهتره. حالا مثل دوتا آدم باشعور با هم صحبت میکنی به دور از احساس. موافقی؟ باور کنید که من اصلا قصد بدی نداشتم تو این قضیه. نمیدونم شما میدونین یا نه. میدونم پسرم، یه غیر از این بود اینجا دعوتت نمیکرد. ببینید چند بار گفتم ولی بار آخرم میگم، من اطمینان دارم که شما نیت و احساستون پاکه، ولی خب دوتا آدم که میخوان با هم زندگی کنن بچه اشتراک دارن، هدف دارن. خب منم جوونم، احساس دارم، چوب خشک نیستم مثل شما. شما هم جوونین، احساس دارین، ممکنه خیلی دوستتون داشته باشن که همینطور هم هست. ازدواج فقط این نیست که ما فرد مناسبی رو برای خودمون پیدا کنیم، مهمتر اونه که خودمونم فرد مناسبی برای ازدواج باشیم. نمیخوام مسائل رو پیچیده کنم، میخوام چیزایی که دیدم، گشتم، پیدا کردم، پدرم به هم یاد دادن براتون بگم.
البته خودتون اینا رو بلدین، ولی خب یادآوریش بد نیست. ببینید چجوری براتون بگم، من خودم عاشقم، عاشق شخص دیگه ای که شاید عشقم کمتر از شما نباشه. فعلا دارم فکر میکنم جرأت دارم بهای عشقم رو بپردازم و با همون کسی که قرار بود ازدواج کنم و واسه یک عمر قید بچه دار شدن رو بزنم. نمیدونم ارزش داره یا نه، میتونم پاش بایستم یا نه، فقط از خدا میخوام کمکم کنه که بتونم تصمیم بگیرم. نمیدونم، خدا کنه تونسته باشم حرفم رو بزنم. حالا شما بگین. والا چی بگم؟ سلام سلام، روزتون بخیر آقای پروین. سلام پروین خانم. سلام آقای پر پر آقا رضا، حالتون چطوره؟ خوبی سروش جان. میگم آقای پروین، اگه این خدمت شما تمومه که من اون که از ما ساخته بود ناقابه، حالا اگر من مزاحمم برم. نه نه وایسا بگی بش. با تشکر. میگم که مادر چطورن؟ کوکو قلقلی هنو میپذر؟ تیپ زدی بعد گلی خبریه؟ این دوست شما خیلی باهوشه، من ازشون خواهش کردم به من کمک کنن خاطراتم رو بنویسم. خاطرات زیادی دارم که به درد شما جوونا میخوره. دوست داری یه بخشو بخونی؟ این زندگی خودته. بله متشکرم. دم به کله می کوبد و شقیقش دو شقه می شود، بیان که بداند حلقه آتش را خواب دیده است عقرب عاشق. بابا تو که آویزونی که جمع کن لب لوچه را. خب پروین رفت، عشق دارم ها؟ بعد واسه بگه چشات باز باشه تو خیابون، یکی ازت میپرسه ببخشید آقا ساعت تو چنده؟ لطفا لطفا ساعت چنده؟ تو کار زندگی نداری؟ چرا چرا تو واقعا کار زندگی دارم. همین الان ما دارم پیش خانم فخر صادات دنبال طرح پیرزن ها در بالکن. تاکسی تاکسی. خیلی باحالی بابا، دمت گرم بابا. فقط همینو میخواستی دیگه، ما رو بفرستی بالا زایمون کنی دیگه. میدونستی این به من میگه نه؟ ببین اگه من بهت میگفتم سنگ سفته میگفتی سنگ شناس نیستی. برو بابا، تو باید سفتی سنگ رو با این مخت حس میکردی. آقای رضا خان، کافی نیست که علف فقط به دهن بزی شیرین بیاد. میگن که اگر کلمه یه نه رو از فرهنگ لغات حذف میکردن عشق متولد نمیشد. تو حالا حالا باید بری جلو، حالا حالا باید بوق بزنی، حالا حالا ها باید نه بشنوی، نه بگی تو درست شی. عشق مال امروز نیست، مال فردا هم نیست، عشق همیشه هست.